میریم به سراغ آقای اسفندیار منفردزاده، اسفندیار منفردی، آهنگساز بسیار هوشمند، اهل فکر، اهل اندیشه، نظریه پرداز، یک سوسیالیست مستقل ایرانی است. بنابراین شخصیتی است واقعا قابل احترام، هم به خاطر هنرش هم به خاطر افکار انسانیش. آقای منفردزاده عزیز، درود بر شما. و بینندگان شما، من همینجای اصلاح کوچولو بکنم. من پیش از اینکه هر مکتب دیگه ای رو بپذیرم یا آزاد بشه در ایران توش فعالیت کنم مثل سوسیالیسم، پیش از اون یک آزادی خواه با تعریفی نه اون چی که این 110 ساله بوده دارم که خدمت رو عرض کنم. تشکر میکنم آقای منفردزاده. سوال اینه که در این شرایط با این وضعیت ما باید چه کنیم؟ تکفین کدام اراده به ما کمک میکنه که از این بحران بیرون بیایم؟ بحران خطرناکی ممکنه ما حتی آینده ایران رو روی میز قمار بگذاریم اگر بخوایم به بی‌اعتنایی خودمون ادامه بدیم. اشکال همین هست که تو جمله شما این کلمه ما که میاد خب معنا داره. ما یعنی یک جمع پرقدرت و توانمند که همچین جمعی به دلایلی که روشن بر همه میسر نشده، فراهم نشده، به دلیل اینکه هر کس از راهی به این میدانگاه استبداد وحشتناک ایدئولوژیک رسیده. ما سابقه حکومت ایدئولوژیک به این شکل نداشتیم، بنابراین سابقه مبارزه کردن با همدیگر و با شاه رو و اونا رو داشتیم که به شوخی جایی گفتم ما باید سلطنت رو برگردونیم چون بلدی با اون مبارزه کنیم. هنوز یه دهی با اون مبارزه میکنن، ولی با همدیگه بیش از هر چیز با هم مبارزه میکنن. خب مبارزه اینه که با جملاتی، حتی با واژه‌هایی همدیگر رو پیش از اینکه به قدرت برسن حذف میکنن. یعنی در واقع محمل هایی که میتونه شکل بگیره همه اینا به شکلی میاد جلو و بدنام میشه، شکست میخوره، کنار میره. یعنی راه ها هی بسته تر و بسته تر و محدودتر میشه. آخرینش دکتر اسماعیل لویعلا، خب آموزگار بزرگ من که مستقیم و غیر مستقیم ازش آموختم، با شبکه سبز که سبز معنای رنگ و رنگی داشت که اینجا من گذاشتم، یک رنگ نبود. وقتی سبز پایان رنگ تمام شد این کلمه سبز برداشته نشد. شبکه سکولارهای سبز، خب انواع دیگرش هم تأسیس شد. مهم یک چیز هست، مهم این بود که این شبکه با چیزی شبیه در واقع بگیم یک آیین‌نامه حزبی، درست انگار حزب میخواد تشکیل بشه، به قدری وارد جزئیات شده بود. خب این برای اینکه خودتون علی آدم شریفیه و میخواد که این اتفاقات بیفته و به دست خودش بیفته، ولی از طرف دیگه افرادی هستن که با همه این اجزای این نوشته موافق نیستن، خب نیومدن. این شبکه یه تجربه بود که اتفاقا برای اولین بار مقوله فرم حکومت رو، یعنی پادشاهی یا جمهوری رو دور زد. مسئله نبود محتوای حکومت به درستی مسئله شد بعد از 30 سال که این تجربه هم فکر میکنم ناکام مونده. بنابراین اصل برمیگرده به همون تعریف آزادی. من خیال میکنم هیچ چیزی سفره نان مردم چیزی فکر نمی کنم پیدا بشه، مگر اینکه آموزگاران من یادآوری کنن من اصلاح میکنم خودمو. هیچ چیزی بنیادین تغییر نمی کنه تا آزادی سیاسی برای همگان وجود نداشته باشه. هیچ کس رو همینجوری بگیم آزادی، هیچ کس نیست که مخالف آزادی باشه. آقای خامنه ای من فکر نمی کنم کلامی بگه مخالف آزادی هست، اون تا آزادی رو با تعریف خودش بیان میکنه و میگه ماها منحرف هستیم از دید اون با متر اون، و همینجور ما با متر خودمون، مای بزرگ هزار پاره، هر کس با متر خودش دیگری رو از جمله آقای خامنه ای رو و رقیبان خودش رو بدنام و به هر حال عناوین مختلف تا فاشیست و همینجور اتهام و برچسب میزنه با متر خودش میتونه درست هم باشه. بنابراین اون مایی که توانمند باشه به دنبال تحلیلی عمومی بتونه قدرتی نشون بده و در منطقه جلوی این خطرات احتمالی که خب سالهاست خودش حالا درست و نادرست این چرا مطرح میشه و چگونه اپوزیسیون رو به اصطلاح دنبال نخودسی ها میفرسه، تمام تحلیلگران و مفسران تحلیل میکنن، اشتباه در میاد، دوباره فردا تحلیل میکنن، اشتباه در میاد، ادامه میدن، اشتباه در میاد. تحلیل ها در نهایت برد نداره. چرا؟ که نیرو نداره، بدنه اجرا کننده یا به قول دوستی سرباز نداره، همه امیرلشکر هستن. خب این اتفاق باز سر همون مقوله یک کلام آزادی، آزادی سیاسی برای همگان. گفتم آقای خمینی هم آزادی خواه بود به تعریف خودش، آقای ماندلا هم آزادی خواه بود،
آیا هر دو آزادیخواه هر یامو باید بگیم که نه آقای خمینی به دلایلی که این کار رو کرده آزادیخواه نیست؟ بنابراین میشه تعریفی گذاشت وسط که این تعریف خودش آزادیخواه رو معنی کنه. من خیال میکنم فضولی میکنم، شاگردی هستم درس پس میدم، اونطور بلند بلند فرصت دادید به من درس پس بدم. من خیال میکنم آزادیخواه کسی است که آزادی دیگراندیش خواه باشه، نه اینکه بهش بده آزادی دیگراندیشو.